آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی موسوی امروز با صدور فتوایی در پاسخ به سوال یکی از مقلدانش در خصوص همکاری با دولت دهم اعلام کرد که تنفیذ رهبری برای رئیس جمهور برآمده از انتخابات تقلبی مشروعیت نمی آورد. زنجانی تأکید کرد اگر کسی اطمینان پیدا کند که فرد مزبور از راه‌های نامشروع و بر اساس تقلب روی کار آمده، تنفیذ رهبری و نیز انجام مراسم تحلیف تمام العلت برای مشروعیت نیستند و این دو زمانی نافذند که شخص بر اساس رأی سالم به این مقام دست یافته باشد. زنجانی با اشاره به این که اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند نمیتواند با آن کار کند گفت که همکاری افراد با دولت در چنین شرایطی جزو اعوان ظلمه به شمار میرود. به افسود که در صورت اضطرار و ناچار شدن به همکاری با دولت، فرد مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد. در همین حال میرحسین موسوی نیز صبح امروز در دیدار با گروهی از مدیران رسانه‌ها، اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران بر ادامه پیگیری مطالبات مردم از راه‌های مدنی تأکید کرد و از همه مردم خواست تا در این راه به تدبر و تدبیر تکیه کنند. موسوی با اشاره به اینکه اصل مردم هستند گفت قدرت همیشه میل به مطلق شدن دارد و تنها تحرکات مردمی میتواند این میل را مهار بزند. برای همین حضور مردم در شکل گیری گفتمان مورد نیاز در صدر نیازها قرار دارد، آن هم در وضعی که این روزها حتی حضور فردی مثل هاشمی رفسنجانی را نیز تحمل نمی کنند. عبدالله نوری، زندانی سیاسی سابق و وزیر کشور دولت خاتمی، نیز همزمان با عید مبعث با حضور در منزل خانواده های احمد زیدآبادی و عبدالله مؤمنی، دبیر کل و سخنگوی سازمان دانش آموختگان که در بازداشت به سر میبرند، ضمن دیدار با خانواده های آنان اظهار امیدواری کرد که آزادی بازداشت شدگان توأم با ایجاد چشم‌اندازهای جدیدی در ایران باشد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، امروز در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره شایعات مربوط به استعفای اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولیه خود به دفاع از وی پرداخت و گفت آقای مشایی از مدیران مؤمن دلسوز، ولایی، پاک و خلاق ایران هستند و به چه دلیل باید استعفا بدهند. وی عملکرد مشایی در سازمان میراث فرهنگی را بی‌نظیر توصیف کرد و در واکنش به درخواست استعفای معاون اول خود از سوی اصولگرایان گفت انتقادها و گلایه‌ها درباره آقای مشایی دو دسته است. عده‌ای با هر کار اقدامی که دولت انجام می‌دهد مخالف هستند و برخی نیز از روی دلسوزی و برداشت خود نسبت به آقای مشایی از ایشان انتقاد و گلایه می‌کنند. اما اگر کسی از نزدیک با آقای مشایی آشنا شود، نظراتش تغییر خواهد کرد. در همین حال آیت الله مکارم شیرازی امروز در پاسخ استفتاء جمعی از مقلدان خود در خصوص انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولیه رئیس جمهور فتوا داد تصدی چنین کسی مشروعیت ندارد و اگر خطایی در انتصاب مزبور صورت گرفته هرچه سریع‌تر اصلاح شود. محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم، نیز امروز درباره احتمال برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولیه رئیس جمهور اعلام کرد حتما این برکناری انجام می شود و در حال حاضر رایزنی هایی با دولت در دست انجام است که تا چند روز آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس هشتم، نیز دیروز اعلام کرده بود که نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر برکناری مشایی از سمت معاونت ریاست جمهوری کتباً به احمدی نژاد ابلاغ شده است. ابو ترابی تأکید کرده بود باید بدون کمترین درنگ حکم عزل و یا پذیرش استعفای مشایی توسط ریاست جمهور اعلام شود. آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز امروز با تأکید بر اینکه انتظار از احمدی نژاد در شرایط حاضر این است که در امتحان ولایت مداری نیز رأی قبولی بیاورد، به وی توصیه کرد مصلحت احمدی نژاد پذیرش نظر رهبری در انتصاب اخیر است.
خاتمی گفت ایشان خوب می دانند حفظ مصلحت نظام بالاتر از هر مصلحتی و مصلحت نظام و مصلحت شخص ایشان در پذیرش نظر رهبری در انتصاب اخیر است و ما در این جهت تذکرمان جز خیرخواهی نیست. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com